بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دومین درس برنامه کویک بوکس شروع میکنیم. دین روز بر شما چه قسم یک اکانت جور کردن یاد دادم. تا وقتی که شما اکانت جور نکنین برنامه کویک بوکس تان باز نمیشه. اینال امروز بر شما در برنامه کویک بوکس اکانت جور کردن یاد داده باشم. اینال پس انداز باید جور بکنم و بعد از اون مشتری ها را جور کنم، فروشنده را جور بکنم. این چیزا را آیسته آیسته جور کرده رفتن میگرم. من از همین جای برنامه کویک بوکس رایت کلیک میکنم و بعد از اون ران از ادمنستریتور میکنم، یس میسازم. بر شما چی میشه؟ این برنامه کویک بوکس باز میشه. این چند ثانیه منتظر بمونید که برنامه کویک بوکس بر شما به شکل مکمل باز بکنه. سعی کنین اگر شما آنلاین استفاده میکنین از این کویک بوکس، چندین نفر اگر میخواد استفاده بکنه، ما چی داریم؟ اینترنت داریم که از طریق لاین، از طریق تاوا بسته میشه. میگه اینترنت تون وصل کنیم. چون ما از طریق اینترنت کار نداریم، کنسل میکنیم. اول می آفلاین شاید بفهمیم که چی کار کرده را بر ما عملا انجام میدن. این کویک بوکس باز شد. ایره ما چی میکنم؟ کنسل میکنم و بعد از کنسل کردن ما این سه داره اینجا اکاونت دارم یا سه دانه کمپانی را ما جور کردیم. کمپانی را که بر شما دینار جور کرده بودم برام چی بودم؟ کمپانی جوشن بود نه؟ این جوشن کمپانی بود. کویک بوکس اون چیش هست؟ او اکستنشنش هست. میگرم اینه میره انتخاب میکنم و بعد زوپن میکنم. اینا نمیخوایم یک کمپانی جدید ایجاد بکنم. اگر میخواین یک شرکت دیگه هم دارین، باز دیگه شرکت هم افزود کرده میتونین، از اینجا اکانت جدید هم افزود کرده میتونین. چون قبلا جور کردیم، اینه میره من بر شما باز میکنم. چون داخلش هیچ چیز نیست، جوشن ان کمپانی کویک بوکس. اینه میره اوپنش میسازم و بعد از اوپن ساختن از شما رمز میخواد. دینا رو چی رمز مونده بودیم دمی؟ یک دو سه بود یا 786؟ خب یک دو سه باشه، این درست باشه. برای شما چی میکنه؟ در این قسمت میم یک دو سه و بعد از اینجا چی میسازم؟ میشه اوکیش میکنم. اینا چند لحظه منتظر میمانین امی اکانتو تانا باز بکنن. اونا درست بوده که برای شما اینا تحلیل کرده راش. این مینوهای تان فال میشه یک چند لحظه بعد. اینا فال شد نشد دیگه میم از اینجا اینا رو چی میکنم؟ نو نخیر کار نیسته. دیگه برای شما پنج وظیفه را انجام میداد. یک وظیفش وندر است، وندر فروشنده را میگن. یک وظیفش کاستومر است، کسایی که مشتری شماست. یک چیتان امپلایی است، کارمنداست. یک بخش دیگه مدیریت کمپانی است، یک بخش هم بانکینگ است، بانک است. سرتان خلاص شد. اینمی پنج وظیفه را من برای شما خلاصیش را گفته دادم. در کجا؟ من ایره کوچکتر بسازم، دوباره تشریح میکنم، چون دیگه باز تشریح کده نمیگردم، مستقیما در پروژهش کار میکنیم. این اینجا گفتیم، سعی کنیم این اینجا خلاصیش است. مدیریت مشتریان بود نه؟ اینمی مدیریت مشتریانش، اینی کستومر است. اینمی دیگه مدیریت فروشنده بود، این وندر است. دیگه مدیریت چی است؟ مدیریت کارمندا بود. مدیریت کارمندا را اینه بالاتر میبرم، ایره پایین تر کش میکرم. اینی چی است؟ امپلایی مدیریت کارمندا است. دیگه میم از اینجا مدیریت بانکداری. مدیریت بانکداری بود در کدام قسمت است؟ بانکینگ. این در یک قسمت است، اون بانکینگ. دیگه چی است؟ اینه تهیه گزارش است، کمپانی است. اینه هر کدامش دانه دانه کار میکنم. اینا چی وظایف انجام میده؟ اینا بر شما گفته میتونم. میگرم ای خو خلاصی چه بر شما نشان داد، کلوزش میکنم. و بعد از کلوز کردن اینا، شما وقتی که یک پروژه را شروع میکنین یا مثلا یک تجارت وقتی که شروع میکنین، اولین نقطه‌ای که شما باید داشته باشین او چی است؟ پیسی تان است. اینا یک پروژه را با چند پیسه که جور میکنین یا با چقدر پیسه که ایجاد میکنین یک بزنس، اینا باید من از بانک یک اکانت باید باز بکنم از کویک بوکسم. میگرم بالای چی؟ این اینجا لیست داریم. از لیست از اینجا ما چی داریم؟ چهار تا اکانت داریم. من میخوام یک دونه چهار تا اکانت اضافه بکنم. این در این قسمت کلیک میکنم و بعد از کلیک کردن اینجا ما اکانت هایی داریم که ما خود ما اصنایی که کمپانی را ایجاد میکردیم این قدر اکانت با خودش آمده، اما اکانت هایی را ما باز میکنم که خودم تحلیل کرده، از طریق همون آید بگیرم، از طریق از همون مصرف بکنم. بخاطر از این اینجا چی داریم؟ اکانت داریم. در انگلیسی چی داریم؟ اکانت. نه برام چی بوده؟ اکانت. اینمی بطن کلیک میکنم، اینجا ما باز کدام گزینه را داریم؟ نیو. اینه کنترل ان شارکتش بوده. اگر میخواین شما این رقم کنترل ان میکنم، اونا بر شما چهار تا اکانت باز میشه. یا ایره کلوز میکنم، اگر شارکت امی اکانت جدید یا چهار تا اکانت کار دارین کنترل ای بسازین، اونا
برشما شرکتش میه. به خاطر از اینکه وقتی که بالای لیست میایم این چهار تا اکانت اینجا در انگلیسی چی گفته؟ کنترل ای، شرکتش کنترل ای بوده. اگر شما یک اکانت یک چهار تا اکانت اگر افزود میکنین کنترل ای میسازم و بعد از کنترل ای کنترل ان میسازم یک دونه جدید چی میخوایم بسازم. ایران اینم اینجا را تشریح میکنم خوب متوجه باشیم. این چهار تا اکانت است. از این اضافه شما چهار تا اکانت جور کرده نمیتونید. یک چهار تا اکانت داریم که انکم هست بر شما پیسه میآید. در داخل کویک بوکس پیسه میآید. یکی چهار تا اکانت هست که اکسپنس از کویک بوکس تان از پیسه تان مصرف میشه. اکسپنس مصرف میگن. دیگه یکی داریم فیکسد اسید. این چی میکنه؟ بعضی پروژه ها ثابت است. مثلا چه قسم؟ شما مسجد میگیرین، یک مسجد وقتی که میگیرین یک پروژه است. این پروژه برای انمی چی میشه؟ سرمایه گذاری میشه که مثلا دمی باید چی میگه؟ 2 لک، 3 لک، 4 لک، 5 لک یا مثلا 2 میلیون، 3 میلیون مانده میشه. از داخل از همین 3 میلیون نه زیاد میشه نه کم میشه. اگر او تو یک اکانت ذره شد باز فیکسد اکانت اسید شما انتخاب میکنین. بانک از نامش معلوم است، بانک است. از طریق از این شما پیسه هایتانه در داخل بانکتان افزود کرده میتونید در برنامه کویک بوکس. لایک چیزایی هست که طلبات باشه، اگر طلب داشته باشین ایتی یک اکانت جور کرده میتونین. کردیت کارت یعنی مصارف روزانی تان از طریق کردیت کارت. غذا میخرین کردیت کارت میزنین در کویک بوکس تان و مستقیما از کردیت کارت از اکانت عمومی تان پیسی تان میگیره. ایگویتی هم یک رقم اکانتی هست که یعنی در اینجا بر شما خلاصی جا گفته داده میگرم. اینا چه کنین؟ اول ما بر شما چی را جور میکنم؟ بانک. چون تا که پیسه نداشته باشین هیچ کار پیش برده نمیتونین. خب بعد از اون بانک کلیک میکنم، از اینجا کانتینیو و بعد از کانتینیو میگه خیلی نام اکانت تان چی میمونین. این اینجا پرسان میکنه بر شما نام اکانت من. این اینجا میمونم اسلامیک بانک سیس اینه، چون من پیسه پس انداز اول پیسی خود در کجا یک اکانت باز میکنم در بخش اسلامیک بانک، اینه بانک اسلامی. میام از اینجا بانکش هم نشون میکنم و بعد از دسکریپشنش تفصیلاتش چی میپرتم، تفصیلاتش هم اینه موضوع خودش. دیگه میام از اینجا چی هست؟ بانکینگ اکاونت چی؟ نمبر. اما اکاونت نمبر تونه در اینجا چی میکنیم؟ میگنجانیم. مثلا 44 55 66 77 این رقم یک اش نمبر، یک نمبر خودشون میتواد. Enter opening balance. با چند پیسه میخواین شما چی بکنین؟ من میخوام 2 میلیون. 1 2 3 4 5 یک تجارت شروع میکنم. دینر تجارت چی بود؟ کامپیوتر فروشی و همچنان هاردویر فروشی، همی سخت افزارهای کامپیوتر رو میفروختیم. این رقم یک بیزنس بر شما انتخاب کرده بودم از کمپانی. 2 میلیون اینا رو من چی دارم؟ پیسه دارم. در کدام تاریخ؟ در اسلامیک بانک انداختم در 30 جون. فعلا جولای است نه؟ دینر جون 30 جون بود، امروز جولای 1 شد. این تاریخ اول جولای انتخاب میکنم، از اینجا اوکی میکنم و بعد اوکی ساختن از اینجا سیفش میکنم و بعد از که سیف ساختم یک دانه بانک ما جورش کردیم ایره یس بکنم. این حالا اینترنت وصل کنم میگه عزیزی بانک خبر شد خواهی آفلانش بفهمیم میشه فعلا. اوکیش میکنم اسلامیک بانک. من از اینجا ایرم کلوز میکنم چون اینترنتی نبود. این ایره بزرگتر میسازم. چند پیسه دارم این حال در اکانتم؟ 2 میلیون. صحیح 200 هزار. 2 لک پیسه دارم اون اسلامیک بانک. خب میگیرم از اینجا ایره کلوزش میکنم. این حالا یک دونه اکانت دیگه باز میکنم که در اداریم باشه، در دستم باشه. همیشه من باید پرداخت کرده بتانم و گرفته بتانم. به خاطر از دوده کجا میرم؟ باز لیست میرم. اینه 4 تا فکرم و بعد از اینجا کنترل این شرکتش هست. میایم از اینجا بانک و بعد از اینجا کانتینیو و بعد از کانتینیو اینه دمی قسمت چی نشتم میکنم؟ اینه منیجر مدیریه منیجر اکاونت، یعنی پیسی که در اداره است، یا منیجمنت اکاونت. منیجمنت اکاونت. خب در دست ما چقدر پیسه است او را میرم اینجا نشتا میکنم. چند باشه فرض مثال اوپرش میکنم در یک قسمت نشتا میکنم 1 لک 100 هزار. 1 2 3 در کدام تاریخ؟ این تاریخ 2. اوکی میکنم سیو اند کلوز. اینی هم بر شما چی شد؟ نو میگم چون اینترنت نداریم. اینو نو گفتم. اینی هم چی هسته؟ پیسی که در دسترس ما قرار داره. اینی چی هسته؟ اسلامیک بانک. اینه در داخل همی هسته، اگر جستجو بکنین یافت میشه داخلش هسته. او باز چی هسته؟ پیسی هسته که شما در بانک موندین. خب دوباره یک اکانت دیگه هم باز میکنم. نیو. از نیو مثلا یک اکانت جور میکنم که بیایه. صحیح است؟ میام از اینجا
انکم کلیک میکنم کانتینیو. فرض مثال اینجا نشنم میکنم که سیلز انکم اکاونت. انشالله خب فهمونده تانستم دری را نمیشناسه خواهم سوالی سوالی همه به میخاطر انگلیسی باید نشته کنین. سیلز فروشی را میگه، وقتی که میفروشین بعد از فروش بر شما چی میکنه؟ پیسه میه. او را چی یاد میکنه؟ سیلز انکم اکاونت. این رقم یک اکاونت جور کردیم، تفصیلاتش چیست؟ پس خودش را کپی میکنم، اینه دم اینجا تفصیلاتش را میپردم، این هم سیون کلوز. آره اینجا چی شد؟ سیلز انکم اکاونت. ما چند اکاونت جور کردیم؟ یک اکاونت جور کردیم که پیسه را در بانک ماندیم، یک اکاونت جور کردیم پیسه پیش ماست، یک اکاونت جور کردیم وقتی که یک موضوع را میفروشیم، در چند میفروشیم او باید در اکاونت کویک بوکس ما بیاید دیگه. اینه به این شکل. اینا یک اکاونت جور میکنم که مصرف میکنم. این از اینجا میگیرم، از اینجا نیو. اینجا چی داریم؟ اکسپنس. اکسپنس چی را میگه؟ مصرفی را میگه. از اینجا چی نشنا میکنم؟ منیجمنت. اینا منیجمنت اکسپنس ای ایکس پی نشنا کنم میشه. و بعد از او تفصیلاتش هم اینمی، بعد از او ای چی هست؟ مصرف اداری هست. در یک اداره چقدر مصرف میشه؟ قلم گرفتن میشه، مارکر گرفتن میشه، یا فرض مثال در چی باشه، کمپیوتر فروشی باشه، برق مصرف داره، صحیحه؟ این یک مصرف چی هست؟ خوردوریزه هست. مثلا نان میخورین اینی به این شکل سیون کلوز. دیگه من یک اکاند دیگه مصرفی جور میکنم نیو. از نیو اکسپنس، از اینجا کنتینیو. اینجا نشته میکنم چی؟ رنت. رنت چی را میگه؟ کرا را میگه. رنت اکسپنس یعنی یکی هم مصرف داریم به خاطر کرا داریم. ایرم چی میکنم؟ تفصیلاتش ایر کنترول سی در یک قسمت کنترول وی. از اینجا چی میکنم؟ سیون کلوز. خب باز کنترول ان میکنم اکسپنس. دیگه اکسپنس مصرفی چی داریم؟ از اینجا نشته میکنم، نشته میکنم که الکتریشن اکسپنس یعنی در برق هم مصرف داریم. میگرم از اینجا سیون کلوز و بعد از اینجا کلوز میسازم. اینال ما پیش خود ما یادداشت باید بگیریم که در می اکاونت ما اینال پنج اکاونت دیگر هم افزود کردم، یکی پیسه بود، یکی هم در اداره پیسه بود، یکی هم آیدی که مثلا میفروختین بعدش میاردین، یکی هم چی است؟ اون مصرف کراس، مصرف برق است، مصرف اداری است. دیگه اینی بخش شش اکاونت باز کردم. ایران نه من مشتری دارم نه فروشنده دارم فعلا، او چیزا را باز بعدا درس میتونم. فعلا همی اکاونت هایی که مصرف های اولی ما بود او را باش ما جور کردن شو یاد دادم. و بعضی که کار انجام دادین اینال سکنه. فرد مثال کرا میه، یک ما کرا تیر شد بر شما چه میکنه؟ مصرف یا کرایش خواسته میه، باز از کجا شما پرداخت میکنین؟ خوب متوجه باشین، بالای کمپانی میرین چون مربوط کمپانی میشه. از اینجا کلیک میکنم و بعد از کلیک کردن از این بخش مستقیما برای کدام بودینه میرم. پیش از اینکه اینجا برم من باید خلاصی ریپورت خودم ببینم. ریپورت نتیجه گیری را میگم. من از اینجا برای تریل بلانس میرم، این اینجا اکاونت اند تکسس، این اینجا تریل بلانس میرم و بعد از اینجا لاست مون آخرین ماه را برای شما نشون میتا. نخیر من میخوام آل کلکشن نشون بده و بعد یه بزرگتر میسازم. سعی کنین در اسلامیک بانک چند پیسه دارم؟ 2 لک. دیگه در منیجمنت اکاونت چند پیسه دارم؟ 1000. اینال من هیچ نفروختیم که در اینجا پیسه بیاید، پیسه که مثلا درآمد کنم هیچ چیز نفروختیم خود، چون ما فعلا ما هیچ مال هم نخریدیم که ما بفروشیم یک موضوع را، چون فعلا صرف همی اکاونت را جور کردیم که اینمی دکان را با اینقدر پیسه ما ایجادش کردیم، یا اینمی بزنس یا اینمی کمپانی را. اینال چه کنیم؟ کلن جمله من چند افغانی دارم؟ کلن عمومی 3 لک افغانی داریم، یکی دبیت داریم یکی کردیت داریم. فرقش خب میفهمید دبیت کردیت هم؟ دبیت پیسه ای هسته که بر شما میایه، کردیت پیسه هسته که از اکاونت شما چی میشه؟ مصرف میشه. اگر آید کردین در دبیت نشته میشه، اگر مصرف شد یا کرا رفت یا برق رفت یا مثلا در بخش لوازم اداری رفت، او چی میشه؟ کردیت میشه. این خلاصیش هسته. اگر دوبار تیتیز کلیک کنم دیگه هیچ معلوماتی دیگه این نیسته که اینجا بر شما گفته بودم اونمو دبیت هست، توتال مجموعش اینه قدر است، دپوزیت چند دپوزیت کرده بودم 2 لک افغانی، اون را بر شما خلاصیش نشان میده. پس میگرم از اینجا این موضوعات را فهمیدیم. خب ایرم کلوزش میکنم نو. خب بالای کمپانی میرم، از کمپانی بالای کدام گزینه میرم؟ بالای گزینه جورنال میرم، اینه make a general journal interest، ایره کلیک میکنم و بعد از کلیک ساختن ایرم اوکی میکنم. سعی کنین اگر پیسه افزود میکنین از همینجا افزود میکنین، اگر پیسه را شما
از پیشتون از دستم میتین یا کریدیتم میکنین از همینجا میکنین شما. اول خواهی میایم دید در کدام تاریخ امون نفر کرا میگرفتگی آمد، مثلا در تاریخ 8 آمد فرض مثال، میگرم از اینجا یا میگرم از اینجا بر شما چی میسازم؟ اینه در جون میرم، در 24 جون آمده بود، کی آمده بود؟ از اینجا میگرم اینجا چی داشتیم؟ رنت آر نوشته کنین آن رنت اکسپنس میایه، کسی که کرا خواست آمد، چند کرا خواست دیویت میکنیم در بخش رنت اکسپنس، مثلا 20,000 کرا خواست، چند؟ 20,000 آنه 20,000 نوشته کردم. خب بعد در قسمت پایین میم، خب از کدام اکانت خواهیم شما کردیت میکنین؟ این خب خواست از شما پیسره، میگرم اسلامیک بانک، این بانک این پیسه پیسایی هست که مثلا بسیار کارهای عمومی رو بکنین از این بانک بگیرین. من یکی بانک جور کرده بودم در خود اداریم منیجمنت اکانت، اینی رو انتخاب میکنم. در منیجمنت اکانت ما چند داریم؟ یک لگ افغانی داریم. من میگرم از اینجا کردیت، از اینمی کردیت شوه پیسی ما برا، یعنی تفریق شوه از چی؟ از یک لگ افغانی 20,000 افغانی، بخاطر چی؟ بخاطر کرا. همین کارش جور شد بلیا، از اینجا چی میکنم؟ سیو ان نیو. اینه بر شما دمی تاریخ یک دانه چی شد؟ انتری شد، یک عدد مواد. میایم رنت به خاطر مصرف، چند؟ 20,000 افغانی تان به خاطر امی کرای امو دکان تان مصرف شد. میگرم از اینجا آل، میگم آل هم اگر بگویم فعلا یک دانه را ما فعلا انجام دادیم، آیست آیست اینجا خانه پوری اینجا خانه ها پور شده رفتن میگرم. میگرم از اینجا سیو ان کلوز میکنم، بالای ریپورت میرم، از بخش ریپورت هم از اینجا بالای کدام این از اینجا نتیجه گیریش نشان میده، اکاونت اند تکسس و بازو تریل بلانس، از تریل بلانس ایره بزرگ میکنم، ایره کلیک میکنم، دیدین اینجا 80,000 مونده، از چی؟ از منیجمنت اکاونتتون چند مونده؟ 80,000. ببینیم که چه قسم مصرف شده، دوبار تیتیز کلیک میکنم، به خاطر رنت 20,000 افغانی کردیت شده، به خاطر چی؟ رنت اکسپنس. رنت اکسپنس شما نمیده؟ به خاطر کرایتان. در کدام تاریخ هم کار شده؟ اینه دمی تاریخ هم کار شده. نمبر اکانتش چی بوده؟ یک بوده، قلم اول که ما تایپ کردیم قلم اول بود، اون رفته از کدام بلانس؟ از یک لک بلانس. اینه 20,000 افغانی کردیت شد، اون منفی 20,000 از بلانس تان اکانت کم شد، مجموعه در منیجمنت اکانت تان چند مون؟ 80,000 افغانی مون. دیگر نیم از اینجا به خاطر برق هم مصرف میکنم، به خاطر برق میایم نو میسازم، بالای چی میرم؟ کمپانی. اینجا چی میکنم دیگر؟ اینه ببخشین چهار تا فکر نیست، جورنال کمپانی هست همی؟ اینه میک جنرال جورنال انتریز کلیک میکنم، ایره موکن میکنم، دمی خانه باز میایم، از اینجا کرا را در چی نشته کرده بودیم؟ برق کرایشه؟ الکتریشن آنه الکتریشن اکسپنس. خب به خاطر کرای برق چند آمده؟ 7,000 آمده. خب 7,000 از چی دیبیت میکنین شما؟ کردیت میکنین 7,000 از کدام اکانتتون؟ از منیجمنت اکانت. ام ای نشته که اون منیجمنت اکانت می انتر کنین، اون 7,000 چی شد؟ 7,000 از منیجمنت کردیت شد، بالای الکتریشن اکسپنس افزود شد. و بعد میگرم از اینجا سیوش میکنم، و بعد از سیو کردن اینا رو باز دوباره ریپورت میرم، از اینجا بالای کدام گزینه؟ اکانت اند تکسس تریل بلانس، از تریل بلانس ایره کلیک میکنم، ایره بزرگتر میسازم. چند پیسی مونده؟ 73,000 پیسی مونده، هیچ پیسه نامه داره فعلا. پیسه از کجا میه؟ وقتی یک مواد بفروشین، به خاطر فروختن مواد فعلا مال نخریدین. مال هم از کدام پیسه میخرین؟ از دولگ افغانی میخرین، فهمیده شد؟ باز اون خریداری ها رو فردا میکنین، مثلا در کمپانی هر موضوعاتی که کار بود. امروز اکانت جور کردن یاد دادم، یکی هم اینه کرایش دادم، کرای برق دادم، یعنی اینا رو خلاص کردیم، مال میخریم، مشتری می به اون میفروشیم، کل گپشو باز آیستاس جورش میکنیم. همین قدر درس امروز بس است، استاپش میکنم. یس yes.